سلام، به شطرنجی 120 خوش اومدیم. تو صفحه شطرنج سیاسی نظام جنگ شدیدتر شده. میفهمین کدوم جنگ؟ گرگ دعوای قدرت تو نمایش انتخابات رو میگم. اما این یکی دو هفته اخیر وحوش نظام چنان میپریدن به هم که بیا و ببین. آنچنان دست همدیگر رو تو فساد و چپاول رو میکردن که اون سرش ناپیدا. شطرنجی امروز رو با همین کلید واژه شروع میکنیم. فساد. آخوندرانی طوری دستگاهش رو چیده بود و آه و ناله میکرد که انگار واقعا دردش درد فساده. اون که رفته بود به قول خودشون 138 پروژه رو یهوی افتتاح کنه، توپ رکود اقتصادی نظامش رو شوت کرد تو زمین فساد. هی گفت فساد و فساد و فساد. ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد. شما وقتی میخواید تولید کنید، یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد کنید. آها، همه چی از رکود گرفته تا رانت تقصیر یه دستگاه فاسدی که نمیخواد اسمشو ببره. بله، بعد اون وقت این گروهی که نمیخواد اسم ببره دقیقاً کیان؟ بذار ببینیم تو همایش که تحت نام مبارزه با فساد برگزار کردن چی گفته. شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذرم باشه فاسد میشه، سلمانم باشه فاسد میشه. آخوند روحانی این همه اسم گفت ولی اون اسم اصلی رو نگفت. چرا؟ چه نهادیه که حتی میترسه ازش اسم ببره؟ ولی از قدیم گفتن تو حرف و بنداز صاحبش ور میداره. اون نهادی که هم سلاح، هم رسانه، هم پول و هم سایت و سرمایه توش جمع شده، اول اسمش سپاه پاسدارانه. به خاطر همینم بود که بعد از حرفای 20 بهمن آخوند روحانی یه پاسداری پیدا شد به نام زاکانی و رفت واسه باند شیخ فری و رفسنجانی. البته این پاسداری که میگم سرش تو آخر مجلس نظامم هست. ملاحظه بفرمایین. رئیس جمهور محترم به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردن، در کنار دستشون به برادر خودشون بنگرند. به اعتقاد بنده به دفتر خودشون نگاه کنند. به اعتقاد بنده باید به وزارت نفت دقت بکنند و ببینند که جناب آقای حسینی و عناصری که در آقای زنگنه دارن کار میکنن در قراردادهای جدید نفتی چه خیالی رو در سر میپرورانند. به اعتقاد بنده هنوز منجا نرسیدم. اونا رو هم میگن عدد و رقم بگید، میگم اونا رو هم میگم. من هنوز اول کار. به اعتقاد بنده وزارت راه و ترابری، وزارت خارجه، وزارت ارتباطات و وزارت رفاه و برخی از وزارت خونه ها مورد نظر این گروه فاسد قرار گرفتن. اسناد متقنی امروز در دست ماست. بله، باز بگم تو نظام ولایت فقیه شروع شد. آخوند روحانی هی گفت فساد فساد، زاکانی هم رفت واسش و پتش و ریخ رو آب. حالا ببینیم دیگه چیا گفت. پیرامون مسئله مهمی میخواهم صحبت کنم. امروز میخواهم از خطر بزرگی صحبت کنم که کشور را به طور بی سابقه تهدید میکند. در حالی که پول در جیب مردم نیامده است، جیب آنها به شدت در حال تخلیه است و یک عملیات بی سابقه بدهکاری ملی با یک سازمان یافتگی در جریان است. عده‌ای به قیمت فروختن کشور و بدهکار کردن نسل‌های آینده در حال پر کردن جیب خود هستند. این یک مسئله فردی نیست، بلکه یک سازمان بزرگ فساد در این امر شکل گرفته است.
جیب برای نظام رو داشته باشی. هم جیب مردم همین روزگار رو میزنن، هم جیب نسلهای آینده رو. تازه اونم به طور سازمان یافته. خب حالا اجازه بدین یه نمونه رو هم بگه ببینین چی تو چنته داره. در کرسنت ادعی به سمن بقس گاز ایران رو به 1/5 قیمتی که باید میفروختن فروختند. 1/13 قیمت گاز روسیه تعهدی شد که در کرسنت نسبت به طرف خارجی با دقت در این که تمام مراحلش با فساد صورت گرفته شد تعیین قیمت شد که در 7 اول 50 سنت به ازای هر 28 متر مکعب قیمت گاز باشه، یعنی در هر میلیون BTU، و در 18 سال بعد 109 سنت. گروه اول در سال 79-80 آقای مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی، گروه دوم 2 بعد در سال 83 آقای علی ترقی جاه. اتفاقا همون کسانی که امروز در دولت داعیه مبارزه با فساد دارن چکاشون دست ماست، چکایی که از آقای علی ترقی جاه گرفتن. اون گروهی که امروز، اون حزبی که امروز داعیه لیست دادن در کشور داره و آقای رئیس جمهور اهتمام داره، این حزب از علی ترقی جاه پول دریافت کرده. اسنادش در قوه قضاییه هست، اسناد اون در قوه قضاییه وجود داره. این فلک زده بدبخت روحانی یه فسادی گفت و بلا گفت. حالا این پاسدار زاکانی ولکن معامله نیست، همینطور داره اسم ردیف میکنه و عدد رقم میگه. ببینیم بالاخره ته دعوا به کجا کشیده میشه. آقای هاشمی به جای فرار از پاسخگویی، جنایاتی را که فرزندان ایشون، برخی از فرزندان ایشون در کشور مرتکب شدن رو بیان کنن. ما از قوه قضاییه میخواهیم که چرا این اسناد رو به سمع و نظر مردم نمیرسانند و چرا بابت این اسناد هنوز مهدی هاشمی رو محاکمه نکردند. بله، حالا دیگه رفت روی سردسته باند که رفسنجانی باشه. البته پاسدار زاکانی همینطوری گفت و گفت و دیگه رفت. گاهی اوقات تعجب کرد که چرا آخوندانی در رابطه با مبارزه با فساد از برادر خودش غافله. یه جایی هم گفت پورسانت جوش دادن معامله های ایرباس چقدر بوده و اصلا چرا خود شیخ فری رفته واسه جوش دادن و دلالی این معامله، و از اون مهمتر اصلا چرا معامله شون محرمانه است. این وسط کوچک زادم از مجلس ارتجاع صداش در اومد و گفت 96 دیر است، همین امروز نیازمند تحول سیاسی هستیم. باید طرح عدم کفایت سیاسی روحانی دنبال شود. جریان انحرافی با هدف زمین زدن دولت زنده کننده ارزش های انقلاب مطرح شد. علیه همه ارزش های انقلاب کودتا شده است. بله دوستان، ملاحظه می‌فرمایید که جنگ قدرت در نظام به کجا کشیده شده. حالا به نظرتون این نظام آشولاش بعد از سیرک انتخابات و این همه جنگ و دعوا قویتر و بیشکافتر شده، یا اینکه تمام این جنگ و دعواهای قدرت از علائم رسوخ جام زرد تو کل نظامه و نشانه‌هایی از فاز سرنگونی؟ تو شطرنجای بعد بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم. فعلا خدا نگهدار.